سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه BBC فارسی به مناسبت روز جهانی زن. در این برنامه نگاهی میکنیم به چالش‌های اصلی که پیش روی زنان ایرانه و اینکه چه راه‌هایی برای مقابله با این مشکلات وجود داره. جنبش زنان چه دستاوردهایی داشته و در چه مسیری قرار داره؟ در افغانستان زنان چه سهمی از قدرت دارند و زنان تاجیک چطور بار مسئولیت زندگی رو به دوش میکشن؟ اما اول به ایران بریم. 40 سال از اولین تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری میگذره. در این سالها مبارزه زنان برای حقوق برابر فراز و فرودهای زیادی داشته. بسیاری میگن انقلاب ایران برای موقعیت زنان عقب‌گردی بود همراه با زور و خشونت. با این حال تلاش‌ها برای تغییر همچنان ادامه داره. مریم افشنگ نگاهی کرده به تلاش حاکمیت برای تعریف سبک خاصی از زندگی برای زنان، تلاش زنان برای استقلال و همچنین مبارزه آنها علیه حجاب اجباری. موقعیت زنان در خانواده و جامعه از چالش‌هایی است که از روزهای اول انقلاب تا امروز برای حکومت ایران مسئله بوده. حکومت تعریف خود را از جایگاه زن دارد و بسیاری از زنان خود را در چارچوب این تعریف نمی‌بینند و برای تغییر شیوه زندگی به دلخواه خود سال‌هاست مبارزه می‌کنند. یکی از مسائل پررنگ کردن نقش مادری و تبلیغ داشتن فرزند و رشد جمعیت است که جدای از اصرار حکومت، فشار خانواده هم کم تأثیر نیست. از شما پرسیدیم اگر زن هستید چقدر در تصمیم برای بچه دار شدن نقش دارید؟ حسین گفته یکی از دلایل اصلی ازدواج بچه دار شدنه، وگرنه ازدواج معنی خاصی نداره جز دردسر. یک کاربر گفته خانواده و کار هیچی، پوشک بسته 80,000 تومان، شیر خشک 23,000 تومان، شیشه شیر 45,000 تومان، کی بچه میخواد؟ و مینا گفته اطرافیان در تصمیم شما دخالت دارن. مادر همسرم مدام تو گوش من از بچه دار شدن حرف میزنه. در شرایط اقتصادی فعلی موافق بچه دار شدن نیستم. آرش گفته الان خانوما هستن که تصمیم میگیرن حامله بشن یا نه و حتی اگر ناغافل حامله هم بشن راحت میندازنش. فرناز گفته باردار بودم، یواشکی سخت کردم چون همسرم اعتیاد داشت. یه پولی قرض گرفتم، الان حتی اون پول رو ندارم که پس بدم. البته علارغم سنت‌ها و قوانین دست و پاگیر موجود در 40 سال گذشته، بعضی تابوها شکسته شده. مثلا تا همین چند سال پیش راحت نبود اگر زنی تصمیم می‌گرفت تنها زندگی کند. نه خانواده پذیرا بود و نه جامعه. حالا هم ساده نیست، اما شدنی تر است. مجرد زندگی کردن برای دخترها از بنگاه معاملات املاکی که میری و می‌خوای خونه رو بگیری، تا صابخونه‌ای که اکثراً مرد هست، تا کسی که وارد منزل تو میشه وسایل تو تعمیر میکنه، تا همسایه ها، همگی کاملاً روی تو زوم هستن، سعی میکنن که اصول خودشون رو به تو تحمیل کنن. پدرم نظامی سپاهی هستش و توی استانی که آذربایجانیان و هم از لحاظ غیرت و نمیدونم هم از لحاظ تفکرات پدری من اصلا این قابل فکر کردن و تفکر اصلا نبود که من تونستم بعد اینکه طلاق گرفتم نقشایی که کشیدم تونستم مستقل زندگی کنم. مسئله مجرد بودنم و نتونستم مطرح بکنم هنوز که هنوز بعد از گذشت 8 سال که از جدایی من میگذره نتونستم شانس دیگه ای رو توی زندگیم پیدا بکنم. این تصاویر از تظاهرات روز زن در 40 سال پیش و تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب است. زنانی که در اعتراض به سخنان آیت الله خمینی که از ضرورت حجاب در مکانهای دولتی گفته بود به خیابانها آمدند. به مدت کوتاهی پس از این اعتراضات حجاب اجباری شد و برخورد با به اصطلاح بد حجابی از دغدغه سران حکومت. اینها پوسترهایی است که در سالهای اخیر بر در و دیوار شهرها تبلیغ حجاب می کرده. همزمان زنان زیادی بی اهمیت به این تبلیغات و برخوردها سبک و سیاق خود را داشتند و بعضی از آنها اعتراضات مدنی خود را به این شکل بیان کردند. دختران خیابان انقلاب، دخترانی که بالای سکوی شهرهای زیادی اعتراض خود به حجاب اجباری را به نمایش گذاشتند.
در 40 سال گذشته هزینه‌های زیادی صرف سرکوب زنان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها شده. هزینه‌هایی که بسیاری معتقدند نه تنها مشکلی را حل نکرده که به گره کوری تبدیل شده. گرهی که بسیاری معتقدند اگر باز شود فرایند دموکراسی و سالم‌سازی جامعه آسان‌تر می‌شود و گره از مشکلات دیگر از جمله توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایران باز خواهد شد. برای صحبت بیشتر در این باره صدیق وسمقی استاد پیشین فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران از همین شهر با ماست و از نروژ آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان. خانم وسمقی، در گزارش مریم اشاره شد به بعضی از چالش هایی که زنان باهاش مواجه هستند. شما خودتون در ایران زندگی میکنید، به نظر شما مشکلات اصلی زنان در حال حاضر چه چیزهایی هستند؟ بله، با عرض سلام. من فکر میکنم که زنان در حوزه‌های گوناگون دارای مشکلات جدی هستند، از مشکلات حقوقی گرفته در رابطه با قوانین خانواده، قوانین اجتماعی و سیاسی، در حوزه‌های فردی همینطور. به هر حال نمونه هاشو همه ما میدونیم، شما هم اشاره کردید. همین مسئله حجاب اجباری که یکی از چالش‌های اجتماعی امروز ما شده، هر حال یکی از مسائل زنان هست، یکی از مسائلی است که زنان حدود 40 ساله باهاش درگیر هستند. بحث به هر حال استقلال مالی هست، انتخاب شغل هست، به رسمیت شناختن استقلال زنان، تغییر نگاه و دیدگاه حاکم در جامعه از سطوح بالا تا پایین، که به هر حال متاسفانه جریان فکری حاکم بر کشور با قانونهای نادرستی که در ارتباط با زنان وضع میکنه به فرهنگ سازی غلط و اشتباه در این رابطه کمک میکنه، به جای اینکه این فرهنگ سازی در جهت اصلاح و بهبود و در جهت رضایت زنان باشه، در حقیقت جهت معکوس رو داره طی میکنه. من همونطور که عرض کردم در حوزه‌های گوناگون از استقلال و حقوق فردی گرفته تا حقوق خانواده، اجتماعی و سیاسی، در ارتباط با قوانین زنان مشکلات جدی دارن. خانم امینی، نظر شما چیه؟ اجازه بدین اول من به شما سلام بکنم و به بیننده های بی بی سی و همینطور به خانم وسمقی عزیز که خوشحالم صداشون رو میشنوم. در پاسخ و همینطور روز جهانی زنان رو به همه تبریک بگم، به همه کسایی که در واقع برای برابری جنسیتی در ایران و در خارج از ایران تلاش میکنن. در پاسخ شما باید بگم یه سری از مسائل جنسیتی به طور عمومی تری در تمام دنیا مطرح میشن. یعنی در بسیاری از جوامع وقتی ما تاریخ فمینیسم، تاریخ برابری جنسیتی، تاریخ مبارزات زنان رو میبینیم، رگه های مشترکی بین این جوامع میبینیم. رگه هایی مثل در واقع این که چطور این زنها از عرصه های کار دور نگه داشته شدن، که چطور کم کم قوانین به ضرر اونها تغییر کرد، چطور جوامع و فرهنگ سازی به ضد حقوق برابر شد و چیزهای دیگه. اما به طور خاص‌تر هم امروز جوامع خاص مسائل متنابه خودشون رو دارن. یعنی اینکه اگر در مورد وضعیت زنان در ایران کار میکنیم، نمیتونیم بدون شناخت مختصات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی به مسائل زنان بپردازیم. در همین گستره اگر بخوایم نگاه بکنیم، در واقع باز هم طبقه بندی ها، دسته بندی ها و هم اولویت بندی ها با هم متفاوت هستند. ما با گستره بسیار متفاوت و متنوعی از در واقع خواسته ها و مطالبات زنان روبرو هستیم، در اقلیت ها، در قومیت ها، ملیت ها، در واقع از نظر شغل، از نظر موقعیت کاری، از نظر قانون و حقوق که بیس در واقع اولیه برای همه زنان هست، از نظر مسائل دینی و در واقع تأثیر اون بر زندگی افراد. و بنابراین با گستره
گستره بسیار پهناوری از تفاوت‌ها روبرو هستیم. بله. اما متاسفانه شاید اگر بخوام خیلی کوتاه و دسته‌بندی بگم، عمده‌ترین اون چیه هست، این هست که این مسائل راه به در واقع گفتمان عمومی جامعه در قالب در واقع چالش‌هایی هستن که در عرصه عمومی به طور آزادانه به بحث گذاشته نمیشن. شاید اگر به بحث گذاشته باشن، این شدت و حدت و این گسترهشون در واقع به این پهناوری نبود. خانم امینی، همینطور که شما داشتین صحبت میکردین، تصاویر زنده داشتیم میدیدیم از اجتماع زنان در استانبول به مناسبت روز جهانی زن. هزاران زن جمع شدن برای اینکه خواستهای خودشون رو مطرح کنن. خانم وسمقی، شما چه راههایی رو برای زنان در ایران میبینید که به خواسته هاشون برسن، خواسته هایی که به گفته خانم امینی خواسته های انبوهی هستند؟ بله، ببینید، در سالهای اخیر من میتونم اظهار خوشحالی بکنم که توجه به حقوق زنان در جامعه ما خیلی بیشتر از گذشته شده. الان در نقاط مختلف توسط افراد گوناگون، مجامع گوناگون، دانشجویی، غیر دانشجویی، ما میبینیم که این توجه در واقع ایجاد شده. این نقطه بسیار خوب و به نظر من امیدوار کننده ای هست. در گذشته مردان در ایران توجهی به مسئله زنان نداشتن و فکر میکردن که مسئله زنان مربوط به زنان هست. این که امروز جامعه در سطح گسترده ای توجه پیدا کرده که مسئله زنان یک مسئله اجتماعی هست، ما اگر میخواییم از شرایط امروز به سوی یک آینده خوب، به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی حقوق انسانی، رفع تبعیض که اینها از چیزهای پایه‌ای هست، حرکت بکنیم، مسئله زنان از پایه‌ای‌ترین مسائل هست. خانم امینی، اجازه بدید همین سوال از آقای خانم امینی بپرسم، عذر میخوام. خانم امینی، شما فکر میکنید که الان جنبش حقوق زنان در ایران فعالتر از گذشته شده؟ پاسخ دادن به سوال شما بسیار سخته، برای اینکه از نظر من وقتی که ما اشاره میکنیم به کلمه‌ای به نام جنبش، در واقع یک پشتوانه‌ای برای اون در نظر گرفتیم، به عنوان یک جنبش اجتماعی منظورمه، پشتوانه‌ای که هم در علوم اجتماعی هم در حوزه اکتیویسم معنی خاص داره. وقتی ما میگیم جنبش، نگاه ما به یک کنش جمعی هدفمندی هست که در واقع تغییر محور و در از یک حرکتی هست که از یک نقطه آ شروع میشه به یک نقطه ب به عنوان در واقع به عنوان هدف چشم انداز داره. در واقع اگر ما این پیشفرض رو بپذیریم، باید بگیم که بله، با استناد به سخنی که خانم وسمقی هم بهش اشاره کردن، میشه گفت که شاید مهمترین دستاورد حرکتی ما در طی سالهای گذشته مسئله آگاهی جنسیتی در جامعه ایرانی هست. این چیزی هست که ما ازش عزیمت کردیم، آگاهی هست که قابل پس گرفتن نیست. اما اگر بر جنبش هم روح فیزیکی و هم روح در واقع غیر فیزیکی قائل باشیم، یعنی اینکه یک جنبش رو مجموعه ای از کنشگران جنبش بدونیم که بهشون هویت جنبی میدن، هویت در واقع تجسد میدن، از این نظر باید بگیم که جنبش اجتماعی زنان دچار بحران‌های جدی شده به خاطر سرکوب‌های سیاسی به دلیل اتفاق‌هایی که در سال‌های اخیر گذشته و پراکندگی ایجاد کرده. اما اون پارادایمی که ایجاد کرده، اون آگاهی که در واقع گفتمان جنسیتی رو در جامعه ایران تغییر داده، به نظر من باعث میشه که باور کنیم روح این جنبش همچنان زنده است. خانم وسمقی، شما چه موانعی رو در ایران میبینید برای رسیدن زنان به خواستهاشون؟ سوال کلیه، ولی اگر که بخوایم نگاه کنیم به مثلا قسمت قانون‌گذاری، آیا فقط مشکل قانون هستش یا اینکه مسائل عرف اجتماعی هم در این زمینه دخیلن؟ بله، من در ادامه صحبت قبلیم این نکته رو عرض بکنم که به این پاسخ شما هم برسیم. ببینین، برای هر تغییر پایدار ما نیاز به آگاهی داریم. اینکه زنان به برابری برسن، به حقوقشون برسن، لازمه این کار این هست که در جامعه آگاهی به وجود بیاد و الا تغییرات پایدار نخواهند بود.
بزرگترین موانع پیش پای زنان هم از همینجا نشأت میگیره، یعنی ناآگاهی نسبت به حقوق زنان، که متاسفانه این تبعیضاتی که بر زنان داره اعمال میشه توجیه دینی میشه. شاید این یکی از سخت‌ترین موانع در جوامع دینی مثل ایران پیش پای زنان هست که این تبعیضات و نابرابری ها با دین توجیه میشه، که به عقیده من این یک توجیه نادرست و ناروایی است، چرا که تبعیض ظلم و بی‌عدالتی است و دفاع از تبعیض علیه زنان در حقیقت دفاع از ظلم و بی‌عدالتی است که نمیشه باور کرد که اسلام مدافع این تبعیض هست. من فکر میکنم که در سطوح گوناگون، چه در میون خود زنان، چه مردان، چه روحانیون، چه در حکومت، باید به هر حال آگاهی نسبت به حقوق زنان ایجاد بشه، که من فکر میکنم در این رابطه ما رو به جلو داریم حرکت میکنیم. آگاهی نسبت به حقوق زنان امروز اگر که ما مقایسه بکنیم نسبت به گذشته بیشتر هست و این نشون میده که ما رو به جلو حرکت میکنیم. عذرخواهی میکنم خانم وسمقی، متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. من داشتم سعی میکردم که اجازه بگیرم از خانم امینه هم یه سوال دیگه بپرسم، ولی متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. امیدوارم که در آینده بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. آسیه امینی و سریقه وسمقی، مرسی از شما. بریم به افغانستان. کمیسیون اصلاحات اداری این کشور میگوید که سهم زنان در ادارات دولتی نسبت به پارسال 5% افزایش یافته و به بیش از 27% رسیده. با این حال نقش زنان در تصمیم گیری های کلان چندان پررنگ نیست. نجما زلا به دیدار مقام های زن افغان رفته و از دشواری های کار آنها پرسیده. نخستین شهردار زن افغان در میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک. مخالفانش که نمیخواستن یک زن شهردار شود، 8 ماه صدراه شدند. در نهایت او هفته پیش به چوکیش نشست. این طبیعی است که در یک جامعه مرد سالار، اگر زنی در یک پست کلیدی و مهم کار کند، با مخالفت‌های مردم مواجه شود. اینجا در گوشه ای از پایتخت زن حرف اول و آخر را می زند. در برابر مردانی که برای حل مشکلاتشان به دفتر او مراجعه می کنند. بخش شاروالی یک کمک بر به ما نظر دادند که شما میشه در بخش اداری و عواید کار کنین و بخش عواید ما بسیار دقیق پیش میبرم و از روز که آمدیم چیز هدایتی که دادیم کسی دمریم نه نگفته و به وقت زمانش کار خود انجام دادن. اروپایی و دو که در دیر معمول دادهیم. بلند پایترین مقام زن در دستگاه دیپلماسی افغانستان راه دراز پیموده تا برسد به اینجا. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل. عادل راست که پیش از این حدود 2 سال معاون وزارت خارجه بود، از بیباوری جامعه و توانمندی زنان گلایه‌مند است. دشواری های کار زیاد است. اولین دشواری جدی که بر اکثریت خانوما در صحیح کارشون مواجه میشه ای است که ذهنیت عام در قبال خانوما در سطوح رهبری ای است که موقف را که اینا گرفتن به اساس خانم بودن خود گرفتن. در حالی که اگر ما تعداد تغییرات و مقرری های اخیر ببینیم، اکثریت خانوما به اساس توانمندی خود به سمت هایی که فعلا و وظایف را که انجام میتن به اوج رسیدن. بیرون از افغانستان، نخستین سفیر زن افغانستان در آمریکا نقش کنونی زنان را در سیاست و اجتماع پررنگتر از هر زمانی می داند. امروز زنان افغان در همه رده‌های حکومت، چی قوه اجرایی از قضایه یا مقننه، دست بالایی دارن و در مقام‌های بالای عرض اندام نموده و خدمت می کنن. با این همه زنان افغان امسال در روز جهانی همبستگی زنان نگرانی تازه‌ای دارند. زمزمه صلح با طالبان و به حاشیه رفتن آنان. نجما زلا، بی بی سی، کابل.
در تاجیکستان بیش از 200,000 زن کارآفرین فعالیت می کنند. در شرایطی که بسیاری از مردهای تاجیک به روسیه مهاجرت کردند، بار سنگین معیشت خانواده ها بر دوش زنان است. هر سال ده ها زن با استفاده از درآمد شخصی خود و کمک های دولتی به کارآفرینی می پردازند. خبرنگار ما سهراب ضیا به دیدن بعضی از این زنان رفته. مادری جانم، یادی تو دارم. درسی زبان مادری در نور عرفان، یک مرکز خصوصی آموزشی در شهر حصار در غربی پایتخت تاجیکستان. در اینجا بیش از 200 دانش آموز در کلاس های اول تا پنجم تحصیل می کنند. تقریبا همه مدرسان این مرکز آموزشی زن هستند. این مرکز 5 سال پیش به همت این زن تأسیس شد. همه معلمان از طریق آزمون استخدام شدند. آنها نسبت به آموزگاران مدارس دولتی دستمزد بیشتری میگیرند. اصلا در مؤسسه ما زنان کار میکنند که شوهرانشان در مهاجرت مهنتی هستند و خیلی هم آموزگاران موفق هستند. اینجا میتوانند که هم به فرزندان مردم تعلیم و تربیت دهند و هم یک خرج خانوادگی خود را از این کاری که در اینجا میکنند برآورند. این مرکز آموزشی یک کودکستان هم دارد که در آن بیش از 120 کودک نگهداری می شود. مرکز آموزشی نوری عرفان اخیراً از بنیاد توسعه کارآفرینی تاجیکستان بیش از 40,000 دلار اعتبار مالی گرفته است تا یک کارگاه خیاطی بسازد. این کارگاه برای شاگردان مدارس لباس تهیه خواهد کرد. کارگاه خیاطی و مرکز فروش نگارستان در شهر دوشنبه. نعیمه جان بابایوا 3 سال پیش 4,000 دلار کمک مالی از رئیس جمهوری تاجیکستان دریافت کرد و برای ادامه فعالیت از خوجند به دوشنبه آمد. در 12 سال اخیر مثل او 2,250 زن کارآفرین تاجیک کمک های مالی رئیس جمهوری را دریافت کردند. نعیمه جان بابایوا در 3 سال اخیر به ده ها زن و دختر هنر طراحی و دوزندگی را یاد داده است. همه این شیرینی های زندگی برای من از هنر است. هم حلاوت، هم زندگی، هم نان و رزق من می باشد. وقتی که زن هنر داشته باشد، البته در زندگی به هیچ مانعه پیش پا نمی خورد. در کسی رفته محتاج نمی شود. در تاجیکستان بیکاری از مشکلات عمده مردم به خصوص زنان در مناطق روستایی است. این وضع باعث شده تا آنها بیشتر به هنرهای سنتی رو آورند. مثل این زنان که در روستای توده شهر حصار هنرهای گلدوزی و چیل تیکه دوزی یا به قول تاجیک ها خراق دوزی را یاد می گیرند. در خانه شخصی خودم همین کار را ادامه می دهیم، لیکن مشکلی دارد. اما می خواهیم که یکان جای باشد که همه در همون جا کار کنند. درخواست های مکرر این زنان از مسئولان برای اختصاص دادن مکان برای آنها تا به حال نتیجه نداشته است. در تاجیکستان هزارها زن هنرمند مثل اینها برای فعالیت های کارآفرینی به کمک های مالی و حمایت دولت نیاز دارند. البته سال گذشته دولت تاجیکستان 104 نوی هنرهای مردمی را که عمدتاً توسط زنان در خانه هایشان انجام می شود از پرداخت مالیات از فروش معاف کرد. کمک قابل ملاحظه به زنان کارآفرین. حالا طرح قانون در باره هنرهای مردمی در پارلمان تاجیکستان در دست بررسی است. همچنین دولت تاجیکستان مشغول تهیه برنامه توسعه هنرهای مردمی برای 3 سال آینده است. مسئولان میگویند هدف از این اقدام کمک به زنان برای تقویت فعالیت های کارآفرینی آنهاست. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. بعضی از پرنفوذترین و قدرتمندترین زنان جهان را می توان در
آلمان پیدا کرد. دولتی که 6 وزارتخانه اش به دست زنان اداره می شود. از جمله وزارت دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش. آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور هم 3 دوره بر رقبای مرد خود پیروز شده. اما این به معنای پایان مبارزات زنان آلمانی برای برابری نیست. نمایشگاهی به مناسبت 100 سالگی حق رأی زنان در موزه زنان شهر بن شما رو با تاریخ مبارزات زنان آلمان و مطالبات امروزشون آشنا میکنه. با مریم انصاری به دیدن این نمایشگاه بریم. 128 سال پیش زمانی که آلمان هنوز نظامی سلطنتی داشت، دو زن از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان برای اولین بار حق رأی زنان را مطالبه میکنند. روزا لوکسامبورگ و کلارا زتکین. 28 سال بعد، در فوریه 1919 اولین انتخابات پارلمانی در آلمان برگزار می شود. زنان به یک خواست مهم دست یافتند. آنها می توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند. 37 زن از مجموع 423 نماینده به مجلس راه پیدا می کنند. یک پیروزی بزرگ و آغاز راهی دشوار. زنان هنوز باید برای حق آموزش عالی در بسیاری رشته ها، داشتن شغل و درآمد و آزادی های دیگر می جنگیدند. تا 59 سال پیش زنی در آلمان بدون اجازه شوهر حق کار کردن نداشت و حساب و کتاب این درآمد هم در دست مرد بود. حالا این بازدید کنندگان به مسیر سختی می نگرند که در این کشور طی شد تا زنان به وزارت و صدارت رسیدند. آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا است. دموکراسی در اینجا پایه‌های قوی داره. دین از حکومت جداست و مذهب حق دخالت در سیاست، زندگی اجتماعی و خصوصی مردم رو نداره. برابری زن و مرد در قانون رعایت شده. با وجود این، زنان آلمانی تا رسیدن به یک برابری واقعی در امور اجتماعی، در سیاست گذاری، در قانون گذاری و در فرصت‌های شغلی هنوز باید تلاش زیادی بکنن. ماریان پیتسن، رئیس موزه زنان آلمان، سال هاست که مبارزات زنان در سراسر جهان را در موزه‌اش مستند می‌کند. به او میگویم زمانی که به آلمان مهاجرت کردم تصور نمیکردم که فاصله قابل توجهی میان زنان و مردان در این کشور باشد. خب علتش اینه که هنوز مردها در مقابل زنها مقاومت شدیدی میکنن و نسبت به توانایی اونها تردید دارن. تفکرات کهنه هنوز ریشه عمیقی داره و بسیار مخربه. مثلا قوانین باید طوری تنظیم بشن که مردها رو در نگهداری از بچه سهیم بکنه و به اندازه کافی مهد کودک و مدارس تمام وقت در اختیار جامعه بگذاره. هنوز درآمد زنها 26% از مردها کمتره. مردها شبکه قوی برای حمایت از همدیگه دارن. زنها باید این رو از مردها یاد بگیرن. فضایی که بیشتر به یک کارگاه ساختمانی میماند. چیدمانی از هما امامی، هنرمند ساکن کلن که میگوید مبارزه برای حقوق زنان در تمام دنیا بنایی است که هنوز نیمه تمام مانده است. انتخاب من برای این کار عکسایی بود که این عکس‌ها صورتاشون پوشیده شده و هویت اینا مشخص نیست و فقط به وسیله کتاب یا شماره‌های جغرافیایی که روی اینها هست میتونیم که پیدا بکنیم که اینجا که این منطقه کجا هست یا کدوم کشور هست، چون من فکر می‌کنم که این یک مسئله نیستش که فقط به یک کشور مربوط باشه. داستانی برگرد کره زمین که آن را تر و خشک می‌کنند. نشانی از ظرافت در آنها نیست. هرچه هست سختی و کار است. چیدمانی از برتا ماریا رتس. نمایشگاه زنانی را در فقر یا رفاه نشان می‌دهد که در یک نقطه مشترکند. حقوقی که از آنها سلب می‌شود. در قرن 21 زنان آلمان هنوز برای درآمد مساوی با مردان و تغییراتی به نفع زنان در قوانین می‌جنگند. برای تغییراتی که زمین ساز سهم برابر زنان در اداره سیاسی کشور و موقعیت‌های شغلی شوند. ماریان پیتسن می‌گوید این برابری در مشاغل دولتی در آلمان تا حدود زیادی برآورده شده، اما زور سرمایه و بازار آزاد هنوز بر قوانین می‌چرخد. مریم انصاری، موزه زنان شهر بن. به پایان برنامه ویژه روز جهانی زن می‌رسیم. ممنون که در این نیم ساعت با ما همراه بودید.